فصل 22. ای برادران و پدران، به دفاعی که همکنون به عرض شما میرسانم توجه فرمایید. وقتی آنها دیدند پولس به زبان عبری با ایشون صحبت میکند، ساکت‌تر شدند و گوش دادند. پولس ادامه داد و گفت: من یک نفر یهودی از اهالی ترسوس قیلیقیه هستم، ولی در این شهر در خدمت گمالائیل پرورش یافتم و دقایق شریعت آبا اجدادی خود را آموختم، و همینطور که شما امروز نسبت به خدا غیور و متعصب هستید، من هم بودم و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار میرسانیدم و آنان را چه مرد و چه زن به زندان میانداختم. کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند، زیرا ایشان نامه‌هایی به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا به آنها معرفی کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته برای تنبیه به اورشلیم بیاورم. وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزدیک ظهر، ناگهان نور عظیمی از آسمان به اطراف من درخشید. من به زمین افتادم و صدایی شنیدم که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ پرسیدم: ای خداوند، تو کیستی؟ پاسخ داد: من عیسی ناصری هستم که از تو جفا می بینم. همراهان من نور را می دیدن، اما صدای کسی را که با من صحبت می کرد نمی شنیدن. من عرض کردم: خداوند را چه کنم؟ خداوند به من گفت: برخیز و به سوی دمشق برو و در آنجا کارهایی که به تو واگذار می شود به تو گفته خواهد شد. چون به علت درخشندگی آن نور من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند. در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می‌کرد که مردی خداترس، مطیع شریعت و در بین یهودیان نیکنام بود. او پیش من آمد و در کنار من ایستاد و گفت: ای برادر شاول، بینا شو. که فوراً بینا شدم و به او نگاه کردم. او ادامه داده گفت: خدای پدران ما تو را برگزیده است تا اراده او را درک نمایی و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی، زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او می‌شوی و به آنچه دیده و شنیده‌ای شهادت خواهی داد. حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو. وقتی دوباره به اورشلیم آمدم، یک روز در معبد دعا می کردم که به حالت خلسه فرو رفتم و در رویا عیسی را دیدم که می گفت: زود برخیز و اورشلیم را ترک کن، زیرا اهالی این شهر شهادت تو را درباره من قبول نخواهند کرد. گفتم: خداوندا، اینان می‌دانند که من همان شخصی هستم که مؤمنان تو را به زندان می‌انداختم و در کنیسه‌ها آنان را می‌زدم. وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا ایستاده بودم و با آن کار موافقت کردم و مواظب لباس‌های قاتلان او بودم. اما او به من فرمود: برو و من تو را به جاهای دور و پیش ملل غیر یهود خواهم فرستاد. جمعیت تا اینجا به او گوش می‌دادند، اما وقتی این جمله را به زبان آورد، بار دیگر فریاد کردند: او را بکشید، چنین کسی نباید زنده بماند. در همان وقت که مردم با هیاهو لباسهای خود را در هوا تکان می‌دادند و گرد و خاک بلند می‌کردند، سرهنگ دستور داد پولس را وارد سربازخانه نمایند و با تازیانه از او بازجویی کنند تا معلوم شود به چه علت این هیاهو علیه او برپا شده است. وقتی او را برای شلاق زدن بستند، پولس از سروانی که آنجا ایستاده بود پرسید: آیا شما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون آنکه محکوم شده باشد بزنید؟ وقتی سروان این را شنید، پیش سرهنگ رفت و گفت: هیچ میدانی چه میکنی؟ این مرد یکی از اتباع روم است. سرهنگ پیش پولس رفت و از او پرسید: بگو ببینم، آیا تو رومی هستی؟ پولس گفت: آری. سرهنگ گفت: برای به دست آوردن این تابعیت من قیمت گزافی پرداختم. پولس گفت: اما من با آن به دنیا آمدم. پس آنها که می‌خواستند از پولس بازجویی کنند، با عجله از آنجا دور شدند و سرهنگ هم که به دستور او پولس را بسته بودند، وقتی فهمید او تبعی روم است، بسیار ترسید. در روز بعد چون سرهنگ می‌خواست علت موضوع و حقیقت امر را بداند، بندهای پولس را باز کرد و دستور داد سران کاهنان و شورای یهود تشکیل جلسه دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بایستد.